سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو به درخواست شما قرار هست که اجرای دوم آقای علیرضا برنجیان رو با هم دیگه نقد و بررسی کنیم و ببینیم اجراش چطور بوده، این دور نسبت به دور قبلی به چه صورتی اجرا کردن. خب دوستان عزیز، نکته ای که اینجا باید بهتون بگم این است که من وسط ویدیوها پوز میکنم. یوتیوب اجازه نمیده که بیشتر از 7-8 ثانیه از یه محتوایی رو شما بردارین و استفاده کنین و کانالتون جریمه میشه اگه بخواین همچین حرکتی انجام بدین. بعضی مواقع هم هست که اصلا ویدیو رو مسدود میکنه. به همین خاطر من پوز میزنم و به خاطر همین از شما عذرخواهی میکنم. دوستانی که اومدن اجرا رو ببینن صرفاً، کسان دیگه هستن که ویدیو رو گذاشتن میتونن برن اون ویدیو رو تماشا کنن، ولی اینجا من هم نقد و بررسی میکنم این پوزایی که میزنم. حالا وسطش یک سری نکات خدمت شما عرض میکنم و صرفا دیدن ویدیو نیست. اگه میخواین ویدیو رو ببینید قطعا ویدیوهایی هستن که هم با کیفیت تره، همین که فول اسکرین راحت میتونین اونجا ویدیو رو ببینید و لذت ببرید. بعدش اگه دوست داشتید میتونید بیاید این نقد و بررسی رو تماشا کنید. خیلی مخلصم دوستان، عذر میخوام که زیاده گویی کردم. حالا بریم اجرای آقای علیرضا برنجیان رو با هم دیگه ببینیم. بریم برای اجرای بعدی، علیرضا برنجیان از کرمانشاه. ببین بچه، 7 ثانیه شد، من مجبورم پوز بزنم که پیوسته و بیوقفه نباشه اجراش. این مدل آهنگ ها بسیار بسیار سلیقه من هستن. بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من. خب بچه ها، همین ابتدا این اجرا نسبت به اجرای قبلی خودشو دارم میگم، با کسی نمیخوام مقایسش کنم، ولی نسبت به اجرای قبلیش کوکش دقیق نیست. من همین الان دارم گوش میدم، یه حدود کمتر از نصف ربع پرده اختلاف داره با اصل آهنگی که داره اجرا میشه. باز هم یه نکته رو اینجا اضافه کنم که دردش بخوره تو سر کسانی که الان دارن کنسرت برگزار میکنن و یک نوت جوست هم نمیتونن اجرا کنن. تحریراش هم اوکیه، تو این جایی که داره میخونه نمیتونه دقیقا جوست بخونه، ولی تحریراشو اینجا درست میزنه. ساکت تنهای من، حرف زن با شب من، شور تماشای من، شعر بخوان با لب من. مثلا بخوام بهتون با مثال بگم، شعر بخوان اینجاشو داره میره تو فالشی. اجرای قابل قبولی است در کل، ولی خب این اگه آقای علیرضا برنجیان میبینه این ویدیو رو، توپ نوت های پایین دقیقا جوس اجرا نمیکنه. بغض منی، آه منی، حسرت دل خواه منی. این پل هم که داره میزنه باز هم با ایراد رفت به سمت بالا. دوری و دلتنگ تو هم، دلتنگ تو هم فالشه آقای علیرضا برنجیان، زخمی فالشه. من غم پنهان تو هم، حال پریشان تو هم. یه ایراد دیگه هم که اینجا، این ایراد خیلی بزرگتر هست به نظرم نسبت به ایراد قبلی، این هست که آریتمیه، اجراش رو ریتم نیست.
بعضی جا خیلی ریز ریز داره از ریتم میافته. پلک بزن تا بپرم مسیر الان از ریتم خارج شد خیلی ریزا، ولی خب داره از ریتم میافته. جان من و جهان من فقط تو هستی. الان ببین دقیقا اومد جوس شد، الان دقیقا داره نوت ها رو درست اجرا میکنه. دلیل این داستان چی است؟ دلیل این داستان اینه که اکثر خواننده های ما فقط دوست دارن بالا بخونن، فقط دوست دارن اوج بخونن، به خاطر همین نمیان نوت های پایین رو درست تمرین کنن. اونجا هم باید تمرین درست اتفاق بیفته. الان آقای علیرضا برنجیان اومد رو نوتای بالاش، الان خیلی داره کوکتر میخونه نسبت به زمانی که داشت نوتای پایین رو اجرا میکرد. قرار بی زمان من تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی. ببین بچه باز از ریتم میفته، خیلی داره از ریتم میفته و این اصلا خوب نیست. دلیل گریه منی اعصاب من پر از شنیدن منی جواب من باز هم داره از ریتم میفته، از ریتم خارج میشه. تو روی دیگر منی نقاب من اوکی آفرین. مودولاسیون های قشنگی هم انجام میده، حتی یه لحظه میاد و سریع برمیگرده به گام اصلی آهنگ. بازم دوباره اومد برگشت پایین، دوباره مشکل پیدا کرد نوتاش، همون کلمه نیستش هم دوباره رفت تو فالچی. همه بی هم نفسی، هم نفسی، این هم فالشه. بی همگان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حسنه کن، عبر مرا عاشق یک ریز. ببین مثلا الان دوباره یک ریز از ریتم افتاد، این اوکی نیست آقای علیرضا. امیدوارم تو ادامه راه بتونی که این مشکلاتت رو برطرف کنی، چون این مشکلی که الان داری، این که از ریتم میفتی، خیلی مشکل حادیه. اینو باید خیلی تمرین کنه. حتی استرس هم هستا، یعنی بعضی وقتا استرس باعث میشه که این اتفاقا بیفته. بالا فالشیو بیشتر هستم تا ریتم. جان من و جهان من فقط تو هستی. دقیقا باز همون اتفاق افتاد، تو نوتای پایین ایراد داره، وقتی که حرکت میکنه به سمت نوتای بالا خیلی جوستر اجرا میکنه. مثلا خود ناگهان رو باز سر ریتم شروع نکرد. آفرین آقای اجرا اوکی بود. خانم جاله سانتی سوسکی رأیش رو داد، حتی داره جا به جا نشون میده. مظفرم که
کماکان نفر آخر میاد رأیشون میده، درکش نمیکنم. حاج مظفر و آی مظفر مثلا که چی دیگه، انقدر اینو گفتم که چی دیگه، من خودم از رو رفتم، مظفر فکر نکنم از رو بره. خیلی مخلصم دوستان عزیز، دیدیم که خلاصه اجرای آقای علیرضا برنجیان اگه بخوام واسهتون بگم که به چه صورتی بود، تو نوتای پایینی خورده ایراد داشت، وقتی که به سمت بالا حرکت میکرد خیلی جوستر میشد و متاسفانه این رو ریتم نبودنش من اصلا اوکی نیستم باش، باید حتما برطرفش کنه تو اجرای بعدی، ولی جز استعدادهای خوب این برنامه هستش. خیلی مخلصم دوستان، اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید، اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. دم همتون گرم، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.